در تاریخ سیطره استبداد سیاسی و سلطه همه جانبه حاکمیت قومی افغانستان، هزارها با وجود نقش آفرینی والا برای تعالی، سازندگی و پیشرفت کشور، همواره قربانی محرومیت تاریخی و آماج بیرحمانه ترین و خونبارترین تهاجم دهشتناک قومی و دیگر اشکال منازعات تحمیلی بوده است. نسل کشی، کشتار جمعی، سرکوب های خونین، غارت، زندان و آوارگی آشکارترین و غمبارترین رویدادهای تراژیک دیروز و امروز هزارهای افغانستان می باشد. بدون تردید هزارها به موازات و در امتداد حاکمیت تبعیض، محرومیت سیستماتیک و گسترش دامنه بی‌عدالتی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی همواره پیشاهنگ پرچمدار مبارزات عدالت‌خواهی برای آزادی، تحکیم مناسبات انسانی و همزیستی برادرانه بیشترین هزینه مالی و انسانی را پرداخته است و پرچم مبارزات رهایی بخش را همواره برافراشته نگه داشته است. در این خصوص شهید مزاری را می توان یکی از درخشانترین چهره مبارزات سیاسی علیه انحصار و حاکمیت استبداد قومی در این دوره از تاریخ کشور قلمداد نمود که در بدترین شرایط و در اوج چیرگی استبداد قومی در برابر تمامیت خواهی بپا خواست و فریاد عدالت خواهی و آزادی را در سراسر نقاط کشور و در میان توده های محروم تنین انداز کرد و احیای هویت برای اقلیت های تحت ستم، مطالبات بر حق حقوق شهروندی برای همه، مشارکت سیاسی اقوام و مذاهب، توزیع برابر اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فراگیر سیاسی همه اقوام از اصلی ترین مؤلفه های فکری رهبر شهید می توان به شمار آورد که همواره در بیانات و نظریات رهبر پرفروغ و نمایان است. با این وجود هزاره ها علارغم تهدیدهای شکننده در راستای دفاع از موجودیت احراز جایگاه سیاسی و اجتماعی و تحکیم مناسبات شهروندی هنوز از فقدان انسجام، ساماندهی منابع انسانی و همبستگی اجتماعی رنج برده، تعارضات، پراکندگی، تشتت فکری، خلع رهبری را میتوان از عمدترین و آشکارترین چالش های درونی هزاره ها به شمار آورد. بنیاد بابا مزاری استرالیا بنابر نیازمندی زمان موضوع نسل کشی هزاره ها و راه بیرون رفت از بحران را همراه با گرامی داشت حادثه تروریستی کاج با برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی و تحلیل می نشیند. برنامه های امروزی ما شامل تئاتر، نمایشگاه، شعر، مقاله و سخنرانی را با حضور اندیشمندان، محققین و اساتید هر یک استاد قاسمی، نماینده بنیاد شهید مزاری، آقای شکیب آفاق، مسئول نهاد گام سیوم افغانستان، آقای آرنولد زیبول، محقق، نویسنده و مدافع حقوق بشر و پناهندگان استرالیا می باشد. و در قسمت پنل که به صورت سوال و جواب مطرح می شود، آقای بسم الله رضایی، وکیل دادگستری استرالیا، دکتر ابراهیمی، استاد دانشگاه در دانشگاه لاتروب، دکتر فرخنده اکبری، پژوهشگر دانشگاه موناش و آقای لیاقت امیری، محقق و پژوهشگر از سفارت افغانستان در کانبرا به بحث می نشینیم. در ابتدا برنامه خود را با آوای ملکوتی قرآن کریم توسط قاری محترم آقای علی امینی مزین می‌سازیم تا تشریف آوریشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان الله أكبر ولله الحمد بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله
نقشبند چهره خاک، خداوند بزرگ و عالم پاک. یک کوه درد با تو برابر نمی شود، آری بخند زخم تو بهتر نمی شود. از روزگار تلخ خود شکوه کن وطن، هرگز نترس گوش فلک کر نمی شود. تاریخ باز مرثیت را مرور کرد، با روزه تو چشم کسی تر نمی شود. وقتی جهان به پیش چشم تو تار شد، کابل دوباره آینه ای از غبار شد. تو درد می کشیدی و درمان نداشتی، پاییز می شدی بهاران نداشتی. تو آب دیده خود از آمو گرفته ای، وقت قیام دست به زانو گرفته ای. من عهد می کنم که بیایم به کشورم، یک روز می رسد که در آغوش مادرم. متشکر. احسن. مهمانانی عزیزی که از راه‌های دور و نزدیک تشریف آوردند تا امروز بتوانیم در کنار هم برای خروج از بنبست که امروز مردم ما در افغانستان با آن گرفتار آمده است و بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوار هستم که صحبت‌های امروز بتواند برای دوستان مفید واقع شود. به نمایندگی از تیم بنیاد باب مزاری، تیم ملبورن، امروز می خواهم سخنان را در رابطه با مناقشات اجتماعی هزاره ها و چشمانداز سیاسی هزاره ها در آینده افغانستان خدمت دوستان صحبت های را یا عرایض را داشته باشم و در پایان هم یک گزارش مختصر از فعالیت های بنیاد باب مزاری. موضوع صحبت بنده امروز مناقشات اجتماعی است. حالا میشه تعابیر مختلف از وضعیتی که امروز هزاره ها در افغانستان و در سراسر دنیا باهاش مواجه هست
میشه تعابیر مختلف را به کار برد، منازعه میشه نامش را گذاشت، مناقشه شاید بهترین واژه یا بهترین تعبیر باشه. به خاطری که منازعه یک مقدار جنبه خشونت آمیز داره، یعنی اینکه شما وقتی که از حالت مناقشه و منازعه عبور میکنید، انسانها با هم دیگه کلش داره، یعنی اینکه با هم برخوردهایی داره، یا از نوع فیزیکی یا از نوع کلامی. ولی بهترین چیز مناقشه است، یعنی اینکه یک سری تنش های هست و یک مقدار بیقراری های هست در اینجا، که من اینا را به صورت تیتروار خدمت دوستا عرض میکنم و میرم در ادامه صحبت های سراغ گزارشی که از فعالیت های بنیاد باب مزاری خدمتتان ارائه کنم. مناقشه هایی که میشه ازش نام برد که جامعه ما را امروز دچار یک نوع بیقراری کرده، یعنی اینکه راه رسیدن به تفاهم و تعامل و گفتگو را برای ما و شما تا حدودی نمیگم ناممکن بلکه سخت ساخته. یکی مناقشه جنسیتی است، بحث زن و مرد امروز در جامعه ما یک مناقشه جدی هست که در جامعه مرد سالار افغانستان که فقط مردها تصمیم گیرنده نهایی بودند، با توجه به نظم جدیدی که از سال 2001 در افغانستان شکل گرفت، این نوع نظم خانوادگی به هم خورد. یعنی چی؟ یعنی این که دیگر نظام مرد سالارانه که مرد بتواند در خانه حرف نهایی را بزنه و دیگران هیچ گونه واکنشی عکس العملی نداشته باشه، این نوع نظم در درون خانواده دچار بیقراری است، یعنی این که بچالش کشیده شده. دیگر زنا اون نقشی که قبلا داشتن که در خانه می نشستن و فقط فرمان بردار بودند و مرد فقط تصمیم نهایی رو می گرفتن، دیگه به این شکل نیست. خواست زنهای ما و شما امروز خواستار مشارکت در تصمیم گیری های کلانی در درون خانواده، در سطح اجتماع، در هر جایی هستن. مناقشه دومی که میشه از او نام برد مناقشه سن نیست، یعنی این که ما در درون جامعه امروز ما تقریبا میشه گفت شاهد یک نوع تقابل بین یک جمعیت کهنسال و یک جمعیت جوان هستیم، که جمعیت کهنسال جامعه ما بیشتر ذهن سنتی داره و محافظه کار، و نسل جوانی که درس خوانده، تحصیل کرده، دانشگاه رفته، مکتب رفته، بیشتر دنبال زندگی جدید و بیشتر به دنبال فاصله گرفتن از اون نظم سنتی که بر خانواده ها حاکم بوده، بیشتر به دنبال اینه که از اون نظم فاصله بگیره و این هم تنسته یک نوع مناقشه را در درون جامعه ایجاد بکنه. و مناقشه سوم که در درون جامعه هزاره و هزاره ها را تا حدودی وحدت و انسجام و یک پارچگی و اتحادش را به چالش کشیدن، مناقشه منطقوی که هنوز هم علارغم این که ما داد میزنیم و شعار میدیم و در صحبت های ما همه را به اسم هزاره میشناسیم، ولی هنوز در پسمانده های ذهن ما هنوز این مناقشات منطقه‌ای بامیان و غزنی و جاغوری و جاهای دیگه هنوز هست. این یک مانع جدی است برای انسجام و وحدت و همدلی و همبستگی. و مناقشه چهارم هم مناقشه فکریه. مناقشه فکری ما امروز دو نوع تفکر سنتی و مدرن را در درون جامعه خود شاهد هستیم. یک نسل هست که بیشتر نظم خانواده را یا نظم سیاسی را از مسیر سنت و از مسیر آموزه های دینی و از مسیر باورهای سنتی خود خوبش
توجه میکنه و به دنیا مینگره و یک نسل جوانی را داریم که بیشتر مدرن میاندشن، خواستار تصمیم گیری های برابر، مشارکت همه، دموکراسی، انتخاب افراد به دنبال اینجور چیزاست و به اینا احترام میگذاره و به اعتقاد داره. این چیزایی هست که باعث شده که امروز به باور خودی از من جامعه هزاره تقریبا در یک چالش جدی که به تعبیر هابز جنگ همه علیه همه یا نفرت همه علیه همه، ما فقط به دنبال ای هستیم که از همدیگه فاصله بگیریم، بجای اینکه در کنار هم قرار بگیریم، بجای اینکه وحدت، همدلی، یک پارچگی، اتحاد، همبستگی را سر لوحه شعارها و رفتارهای خود ما قرار بدیم، بیشتر به دنبال فصلها هستیم، به دنبال این هستیم که چگونه یک نقطه پیدا کنیم که از اونجا دیگران را از درون جمع و از درون جامعه ترک بکنیم، حذف بکنیم و به حاشیه برانیم و این به نفع ما و شما نیست. خب وضعیت رو میبینیم دیگه. امروز هزاره به نظر من چی در افغانستان، در افغانستان و چی در سراسر دنیا تقریبا بی‌پناه ترین انسان هست. در افغانستان ما امروز هیچ نقشی در تصمیم گیری های سیاسی در مسائل کلان اجتماعی نداره. پشتونها هر آنچه را که بخواهد و هر آنچه را که اراده بکنند همان را در مقابل ما و شما و در قبال ما و شما انجام خواهد داد و هیچ مانعی بر سر راه آنها وجود ندارد. این وضعیت ما. پس باید چی کار بکنیم؟ راه حل چیست؟ به نظر من ما دو تا راه یا دو تا انتخاب بیشتر نداریم. یا این که به همین کلش ها، برخورده ها، تضاده ها، رویارویه ها ادامه میدیم که نتیجه جز فرسایش نیروهای اجتماعی چیز دیگری در کار نخواهد بود و هیچ دستاورد دیگری را نخواهد داشت. این اولین چیزه، یعنی که ما کلش و گزینه دوم کلابریشن یا همکاری، تشریک مساعی، همبستگی، همدلی، اتحاد است. پس بین این دوتا انسان هزاره امروز بر سر یک دوراهی قرار گرفته، باید انتخاب بکنم که کدام یک از این دو راه را می خواهد در آینده ادامه بدهد. اما این که ما و شما به چه دلیلی نتونستیم با همدیگه همکاری، همدلی، همبستگی و اتحاد داشته باشیم، دلیلش چی بوده؟ دلیلش بحران اعتماد بوده. یعنی این که من با شما با آقای اکس، وای، زد چرا همکاری نمی کنن؟ به خاطر این که ما به همدیگه اعتماد نداریم. وقتی با همدیگه اعتماد نداشته باشیم همکاری نمیتونیم بکنیم. وضعیت این روز انسان هزاره شبیه اینه که شما یک هواپیمای A380 را، یک تیاره A380 را شما در نظر بگیرید که مسافرهای داخل از این تیاره یا این هواپیما با همدیگه برای رسیدن به اون قسمتی بزنس کلاس یا فرست کلاس با همدیگه مناقشه، منازعه، درگیری میکنه، در حالی که حاصلی از این نزاع و درگیری و خصومت سقوط این تیاره است. ولی هیچ کسی به این فکر نمیکنه که این تیاره وقتی سقوط کرد دیگه نه بزنس کلاسی میمانه
نه فرست کلاسی نه اکانومی، همه نابود میشه. ما امروز در یک همچنین شرایطی هستیم. دو تا انتخاب بیشتر ندارم، یا با همدیگه همکاری میکنیم و همه برنده میشیم، یا اینکه نه در برابر هم قرار میگیریم، توانایی های یک دیگر را به فرسایش میگیریم، از بین میبریم و نابود میشیم. اما این که چگونه میشود اعتماد را به درون جامعه بحران زده ما برگردانیم، من البته یک دو تا راهکار را از کتاب دامه‌های اجتماعی و مسئله اعتماد آقای روزستاین اینجا نقل میکنم و در ادامه بعد صحبت آخر با گزارش از بنیاد ادامه میدم. آقای روزستاین در کتاب بحران‌های اجتماعی و مسئله اعتماد دو تا راهکار را ارائه میکنه که آدمان میتونن جوامعی که دچار بحران‌های اعتماد هست از این دو مسیر میتونه که اعتماد را به درون جامعه خود برگردانه. نقل قول اول ایشان از آقای رابرت کاپلان و ایشان معتقده که وقتی می شود در بدرون جامعه اعتماد را برگردان که آدم ها بتواند نهاده های فراگیر را در درون جامعه، نهادهای مدنی فراگیر را در درون جامعه خود خلق بکنند. اگر ما توانستیم از او دیوارهای بتونی که هر کدام ما در اطراف خود خو کشیدیم از اونا عبور کنیم و در درون نهادها مشارکت بکنیم، سهم بگیریم، حضور پیدا بکنیم، میتونیم بحران اعتماد را که باش مواجه هستیم و مرور زمان و به تدریج از اونها هم فاصله بگیریم و نسبت به همدیگر اعتماد پیدا بکنیم. اما راهکار دومال خود آقای روزستاین. آقای روزستاین میگه نه، اعتماد را نمیشود از پایین شما خلق بکنید، اعتماد را باید از بالا خلق بکنید. یعنی این که حکومت ها هستند که میتواند جامعه را، جوامع را که دچار بحران های اعتماد هست، این اعتماد را به اونا برگردانند. چگونه؟ با خلق رویه های عادلانه. باید حکومت ها بتوانند به شهروندان جامعه خود سیگنال های بدهند که بازی جدیدی در کاره. یعنی این که دیگر دولت به اون رویه های گذشته که بحران اعتماد را در درون جامعه تزریق کرده دیگر به اونا اعتقاد ندارند، بلکه سیگنال های جدید را به درون جامعه تزریق بکنه و ایجاد بکنه تا مردم او حافظه جمعیش که در گذشته آسیب دیده و دچار بحران شده اونا دوباره ترمیم بشود. اما این کار ساده ای نیه. آقای روزستاین میگه که در این کار در سوئد اتفاق افتاد. در سوئد از 1890 تا 1938 را میگه نهادهای کارگری با کارفرماها در با همدیگه همیشه درگیر بودند. یعنی اینکه اکثر تولیدات صنعتی سوئد کسته از بین رفت، ولی در بعد از 30 سال بالاخره اینا با هم تنازع و نزاع و درگیری به این نتیجه رسیدند که نه، ما باید بشینیم با همدیگه گفتگو بکنیم و سرانجام امروز جامعه سوئد یک جامعه که بیشترین درصد اعتماد را در اروپا کسته در درون زمین جامعه وجود داره.
یعنی جامعه سوئد رو میگه 98% یا 96% اظهارنامه های مالیاتی را که به دولت میده تقریبا درسته. یعنی شما نگاه کنید 96 تا 98% اظهارنامه مالیاتی درآمد را ما که به دولت میدیم ولی حرف راست رو بگیم و در قبال از او باید مالیات پرداخت کنیم. معناش یه که اعتمادی درصد اعتماد در درون جامعه سوئد به نهایت بالایه. اما مگه ما علمی سوئد بوده که بالاخره 130 سال پیش پادشاه در درون علمی جامعه مناصب دولتی را به فروش میگذاشت. اینه خرید فروش همون کاری که در کابل میشد دیگه. کابل کلن سمت های دولتی از پارلمان گرفته تا وزارت خانه و خدمتان عرض کنم هر سمتی که درآمدزا بود یک درآمدی میشد از طریق از او. امون نفری که او رو به دست میورد کسب میکرد براحتی او رو میتونست با مبالغ کلان معامله کنه. یعنی سوئد 130 سال پیش این رقم کشور بوده. در ظرف 130 سال امروز سوئد به مرحله از اعتماد رسیده که 96 تا 98% اظهارنامه های مالیاتی را وقتی که به دولت خیلی تقدیم مونه در یعنی درصد درست رو موگن. یکم چی اتفاق افتاده. اما من بیشتر امروز حرفای ناظر به حرفای آقای رابرت کاپلانه. کاپلان موگه که شما اگر میخواهید اعتماد را به درون جامعه خود تزریق کنید و ترمیم کنید باید چکار بکنید؟ نهادهای فراگیر، نهادهایی که بی‌طرف باشد، نهادهایی که برایش فرق نکند مرد، زن، شیعه، سنی، پیر، جوان. من مناطق جغرافیایی، تو مال کجایی، تو مال کجایی، این چیزا برایش فرق نکنه. همه را در برابر یک قانون با یک چشم ببینه و نسبت به همه برخورد یکسان داشته باشه. ما امروز نیازمند همچین نهادی هستیم و این نهاد ما و تعدادی از فرزندان شما با این نظمی ذهنیت بنیاد بابا مزاری را در استرالیا پایه‌گذاری کردن که تا بتواند از طریق بنیاد بابا مزاری ما یک کانال ایجاد بکنیم که این کانال بتواند منابع مالی را که از مردم ما و شما و از مهاجران در سراسر استرالیا و کشورهای دیگه هست اینا را جمع آوری بکنه و به صورت هدایت شده در اختیار سه گروه قرار بده و در سه حوزه این پولای را که از اینجا میگیره و مصرف بگیره. یکی حوزه ایژوکیشن هست، یکی هلت و یکی هم امرجنسی ریلیف. حوزه ایژوکیشن تمام سعی و تلاش بنیاد بابا مزاری در استرالیا همین بوده که فرزندای به بضاعت دانشجویایی که توانایی مالی برای ادامه تحصیل خود نداشتن و به خاطر کم بضاعتی مالی نمیتوانستن اون ادامه تحصیل بدن اونا را تحت پوشش خود خو بگیرن که تقریبا در حدود چند هزار نفر امروز تحت پوشش و حمایت مالی بنیاد بابا مزاری چی در درون افغانستان که نمونش مکتب حیات در کابل که بالای چند صد نفر شاگرد را و دقیق و زیر برنامه مالی بنیاد این بنیاد بابا مزاری را داره ساپورت مالی میکنه تا بچه های کم بضاعت یا فرزندانی خانواده ای که سرپرستشان را از دست داده اونا را تحت پوشش بگیره و بستر را برای ادامه تحصیل از اونا فراهم بکنه. و جای دیگه که این منابع مالی را که ما اینجا داریم یا این پولایی که از تقریبا جمع میکنیم
در حوزه هلته، یعنی تقریبا خانم ما در طول چند سال اخیر به خاطر حوادث و اتفاقاتی که در افغانستان روی داد تقریبا تعداد زیاد زخمی در حادثه دوی اسد که جنبش روشنایی تقریبا یک بخش کلانی از نخبگان ما در اونجا زخمی شد، در مکتب سید الشهدا، در حادثه کاج، در جاهای دیگه ما تعداد زیاد زخمی داشتیم که اینها با کمک پولهایی که بنیاد باب مزاری در استرالیا جمع کرده بود اینا رو به اونجا فرستادن تا ای عزیزانی که زخمی شده بود در روی حوادث جانهای عزیزشان را از دست ندهد. یک تعداد از اینا در درون افغانستان مداوا شدن و تعداد دیگرش که زخمهایش عمیق بود اونا رو به خارج از افغانستان هم منتقل کردن، در هندوستان، در ایران، در جاهای دیگر تا مداوا شود و جانشان از خطر مرگ نجات پیدا. ساختار بنیاد به چی شکل هست؟ بنیاد در سال 2017 در استرالیا راجستر شده و فعلا رجستریشن ATO هم داره، SCNC هم داره، یعنی اینکه شما میتونید بنیاد بابا مزاری را کمک بکنید و او کمکتان را حتی در تکستان کلیم بکنید و بنیاد بابا مزاری ای را برای شما تقریبا این فرصت را فراهم آورده که شما بتانید پولتان را در اینجا برای کسایی که کمک میکنید یا دونیت میکنید پولتان را، اگر مبلغش کلان باشه یا در آینده چیکار بکنید در تکستان کلیم بکنید. اما ساختار بنیاد به چی شکلیه؟ یک بورد دارد که بورد در هر سال تقریبا هر سال بنیاد بابا مزاری یک AGM داره، یعنی اینکه تقریبا یک میتینگ سالانه داره و هر سال انتخابات داره. در هر انتخابات نصفی از اعضای بورد که هست که تقریبا مرکز اصلی تصمیم گیرنده در استرالیا بورد بنیاد هست، این نصف از اینا که هست تقریبا با انتخابات برگزار میشه نصفشان در هر سال عوض میشه و هر کسی طبق قانون، طبق اساسنامه بنیاد فقط دو بار حق داره که در انتخابات شرکت بکنه و بورد ممبر شود. و زیر مجموعه بورد باز چیز هست؟ کمیته های اجرایی است. اما منابع مالی بنیاد کجاست؟ چه کارهایی میکنه که این پولا را از کجا میاره؟ دو روش بنیاد تقریبا تا حالا را پولای را که جمع آوری کده معمولا از این دو طریق بوده، یا اینکه فان رایزینگ کده، هر حادثه اتفاق رخ داده که اتفاق افتاده پولا را فان رایزینگ کده در فیسبوک و جاهای دیگه باز دوستا که دونیت کده کمک کده، یکی $10، یک $100، یک $50 و یک مسیر دیگه شمی بوده که ممبرشیپ، هر کسی ممبری بنیاد بابا مزاری هست در هر ماه باید $10 به صورت دایرکت دبیت از حسابش کسته به حساب بنیاد میره و بنیاد به صورت اتوماتیک برای از اونا کسته یک رسید میفرسته که این ما مثلا این ممبرشیپ شما را دریافت کردیم فیشر. اما انتظار از ما از دوستانی که امروز اینجا تشریف آورده چیه؟ بیاییم کمک بکنیم بنیاد بابا مزاری را تبدیل بکنیم به یک نهاد فراگیر. تنها راهی که ما می توانیم از بحران اعتمادی که امروز بایش مواجهیم اینه که بیاییم نه تنها بنیاد بلکه آدرس های فراگیر، چی در حوزه سیاست، چی در حوزه اقتصاد، چی در حوزه فرهنگ، آدرس های مشخص به خاطر از اینکه امروز انسان هزاره من به نظر در بدترین شرایط وجودی خود قرار داره. چرا؟ به خاطر از اینکه یک آدرس مشخص نداره که از او طریق میتونه با دنیا گفتگو بکنه، تعامل بکنه. و از او دورم الان چند وقت پیش نماینده پارلمان استرالیا خودشان میگفت، میگفت ما با شما مردم چگونه مثلا تعامل بکنیم؟ با کدومتون بالاخره نماینده از مردم هستی؟ 48 تا 50 دانه کمیونیتی در اینجا راجستره. ما با هر کدام از شما میل
ادعا دارم که من که هستم مثلا نماینده از این مردم هستم. فردا یکی دیگه ایتان میدید، پس فردا یکی دیگه ایتان. تا زمانی که ما گرفتار از این قول و قبیله و قومگرایی باشیم، ما به نظر وضعیت از این که هستیم هم نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه به مراتب بدتر هم خواهد شد. چون افغانستان بستر حوادثی عجیب و غریب در آینده ممکن نشود، ولی ما هیچ گونه طرح و برنامه استراتژی یا یک پلنی برای از اینکه فردا بتونیم در درون از او جامعه نقش آفرین بکنیم نداریم. پس بنیاد باب مزاری متعلق با شما مردمه، بیاین سهم بگیرین، چی به لحاظ مالی ممبر شوید، مای $10 پول خورا پرداخت کنید، و از اون طرف بیشتر از اینکه ما به پول شما احتیاج داشته باشیم، به فکر شما، به طرح شما، به برنامه های شما بیشتر احتیاج داریم. دست ما، آغوش ما بر روی همه تان کست بازه واقعا. بیایید لطف بکنید دست یاری ما را پس نزنید و با ما همکاری بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.